ببینید تا همینجا افکار عمومی واکنش ویژه‌ای نشان داده نسبت به پرچم چین در کنار ایران، اونم تازه به صورت برجسته تر پرچم چین هستش روی برج آزادی. ولی نکته مهم اینجاست که این نماد در روز ورود آیت الله خمینی در چنین روزی در تجلیل از روابط با چین نشان داده شد. خب این بیشتر پرسش انگیز هستش که در انقلابی که با شعار نه شرقی نه غربی و تأکید بر اینکه نظامی برآمده از آن جمهوری اسلامی خواهد بود، چه شده است که بعد از 4 دهه وضعیت چنان شده که کشوری مانند چین پرچمش در روز ورود آقای خمینی در کنار پرچم ایران روی نماد آزادی ایران قرار گرفته باشه؟ به عبارت دیگه میخوام بگم که اتفاقا با این رفتاری که انجام دادن خوب تفسیری حاصل شده که شعار نه شرقی و نه غربی کاملا به محاق رفته، پاک شده، محو شده. نمونه دیگه‌اش هم روشن‌تر از همه قرارداد 25 ساله ای که همین چند هفته اخیر با چین به اجرا گذاشته شد، ولی احدی حتی مجلسی ها هم از مضمون این توافق جامعه با چین خبر ندارن، توافقی که برای ربع قرن قرار هستش که به اجرا گذاشته بشه، و همین پنهان نگاه داشتن اون خودش گواهی است بر این که واقعا مسائل بسیار بزرگی از دید مردم پنهان نگه داشته شده. از این طرف پرچم چین رو روی برج آزادی به صورت بزرگتر از پرچم ایران نشان دادن که خب واکنش افکار عمومی رو هم به همراه داشت. بلافاصله بعد از اینکه متوجه شدن نتیجه معکوس و منفی داشته روی مردم، بازار انکار خیلی داغ شد. شهرداری تهران اعلام کرد که این کار بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که این پروژه رو انجام داده. بعد مدیران شهرداری میگن که درخواست انعکاس پرچم چین روی میدان آزادی از سوی انجمن دوستی ایران و چین و به مناسبت سال نو چینی ها مطرح شده و حتی سفارت چین هم در این زمینه همکاری داشته. اما اینجا بازم این سوال پیش میاد، مگه در مورد مناسبت‌های سایر کشورها چنین اقدامی صورت می‌گیره؟ به طور کلی این الان بار دومه، چند ماه پیش هم چنین اتفاقی افتاد و خب این سوال‌ها پیش میاد برای مردم. نظر شما چی هست؟ خب ببینید، اگر تنها یک مورد بود که میشد حمله بر این کرد که مثلا اتفاق خیلی جدی نبوده، اما در مواردی که مثلا در آغاز کرونا معاون وزارت بهداشت انتقاد نرمی از چین کرده بود، حجمه ها به او شده بود که شما باید از دولت چین عذرخواهی کنید، یعنی مقام ایرانی به خاطر اینکه کرونا توسط چینی ها در دنیا پخش شده باید از چینی ها عذرخواهی بکنند، بلایی که حالا کرونا بر سر دنیا و به ویژه ایرانی ها آوردش باید مقام ایرانی عذرخواهی کنه. این که دولت رئیسی اعلان کردش که ما سیاست آسیا محور داریم تا اونجایی که یعنی پرچم چین هم اون بالا گذاشته بشه، تا اونجایی که قرارداد پنهانی نگه داشته بشه، تا اونجایی که در یک مورد وقتی گردشگران چینی در جایی از دنیا بدون پرواز مونده بودن در اوج کرونا، ایران هواپیما بفرسته که شهروندان چینی رو به کشور خودشون منتقل کنه که همون حادثه موجب شدش که کادر پرواز دچار بیماری بشن و اون باز انتقال بیشتر پیدا به ایران پیدا کرده. این که این همه به چین بها داده می شود واقعا جای شگفتی است، و با توجه به همون قرارداد 25 ساله‌ای که پنهان نگه داشته شده، این تلقی عمومی به وجود آمده که تو گویی ایران با 85 میلیون یکی از استانهای چین شده. و از همین نوع رفتار نمیشه این مسئله پرچم رو صرفا یک رویداد عادی تلقی کرد. این چیزیست که من از او نفوذ چاینوفیل ها در بدنه و پیکره نظام ازش توصیف کرده بودم پیشتر از اینها.